بگم لطفا برید عقب خواهش میکنم برید عقب پول ندید جان نکنید برید عقب خواهش میکنم برید عقب خواهش میکنم هول ندید برید عقب لطفا عقب بیستید از همکاریتون ممنونم خسته نباشید. خسارت در چه حدی بوده؟ یه نفر کشته شده، سه نفر به شدت مجروح شدن، یه نفر هم زخم سطحی داره. بعدن از کسایی که اینجا هستن عکس بگیر. چشم. شواهد نشون میده کار یه حرفه‌ای. های! حواستو جمع کن. به چی فکر می‌کنی تو؟ لطفاً برید عقب. خواهش می‌کنم برید عقب. برید عقب لطفاً. جنجال نکنید. هول ندین لطفاً. کاسکان دنبالم بیا معطل نکن هیا کبا مواظب سگات باش سکت بر اساس ماموریت هم اسلحه دستگیرت می کنم تو حالت خوبه؟ الان آمبولانس خبر می کنم من وقت ندارم الان بچه به دنیا میاد حیات همه بقیهش با شما عجله کن برید کنار مواظب باشید حیوانی خیلی بیتابی میکرد آقای دکتر آفرین آفرین بر شما دکتر چی؟ این همه عجله فقط به خاطر یک سگ بود حرف نزن موفق شدی؟ داری موفق میشیم خوبه خوبه سقلو کار دالی بود یکی دیگه هست اگه دیر بشه ممکنه مرده به دنیا بیاد آقای پلیس باید کمکمون کنی من؟ نه زود باشید عجله کنید نگرش دار زود باش نگرش دار مرده به دنیا اومد دیگه نمیشه کاری کرد یعنی ولش میکنی؟ سرنوشتش این بود سرنوشت؟
نه، تو میتونی کوچولو، تو میتونی، تو میتونی. برگرد، 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 برگرد کوچولو، تو میتونی، تو میتونی. برگرد، 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 تو میتونی، تو میتونی، تو میتونی. برگرد، برگرد کوچولو، برگرد، برگرد، برگرد. تو نجاتش دادی. خوش اومدی، خوش اومدی، خوش اومدی. همکار پلیس. دیوونه، کار خودتو رها کردی؟ هیچ معلوم هست چی کار میکنی؟ ببخشید، اون مرد کی بود؟ یه فروشنده مواد مخدر. یعنی اصلا ربطی به بمب گذاری نداشته؟ شنیدم اونجا اتفاقی چشش به تو افتاده. تو همیشه بدون گرفتن دستور کاری که میخوای انجام میدی. حداقل یه بار بدون نوشتن نامه عذرخواهی کارتو انجام بده. واقعا کارت عالی بود آیاکاوا. دیگه میتونی پلیس آگاهی بشی. هنوز معلوم نیست. نکته منفی شما اینجاست که صبر نداری. معلوم نیست که در زندگی آدم ها چه اتفاقی میفته. این چهارمین بمب‌گذاری زنجیریه. آیا کابا حکم انتقالی جدید براتون؟ حکم جدید؟ آره، بالاخره پلیس آگاهی شدن. منتقل شدی به قسمت امنیتی. امنیتی؟ قسمت امنیتی، واحد امنیتی 2، شماره تجهیزاتی 4. سلام، من هایکاوا هستم. از دیروز به قسمت امنیتی فرستاده شدم. پس بالاخره اومدی. من رئیس این قسمت مکایی هستم. اینو بردار بیار. اینو چشم. آقای اینا رو با نهارش قاطی کن. چشم. طعمش خیلی خوبه. رئیس، نمونه های غذای مورد نظر رسیده و تولید کنندش به محصولاتشون اطمینان کامل داره. بذار مزهشو بچشم. ولی این به نظر یه مقدار غلیظ میاد. نه، به نظرم خوبه. امسال در مقایسه با پارسال خنک‌تره. کالریش هم بیشتر از قبل. بیا تو هم امتحان. نه من. آی نیشی مراد، تو به الکس ماهی خام دادی نه؟ علائم یه بیماری روده‌ای رو داره. ببخشید چون تازه حقوق گرفته بودم. آقایون، ایشون یوساکا هایاکاوا هستن. ایشون هم تاکاشی نیشیمورا هستن. ایشون هم تاکی کیو هستن. ایشون هم دامپزشک اینجان و بیرون ساختمون هم خانم میزونو هستن. این هم لباس فرمت. برو بپوش. ببخشید. من هایکاوا هستم. از امروز اینجا کار میکنم. من ناتسوکی میزونم. دنبال من بیا. مدت آموزش 2 ساعت صبح و 2 ساعت عصر. بیشتر از این سگا تمرکز ندارن. نمیدونستم سگای پلیس واقعا اینقدر انرژی لازم دارن. سگ پلیس نه، اینا سگای امنیتی هستن. چه فرقی داره؟ سگ پلیس کارش اینه که بعد از وقوع اتفاق دنبال سوژه میره، اما سگای امنیتی از وقوع اتفاق جلوگیری میکنن.
آهان، پس به خاطر اینه که زیر مجموعه یه بخش امنیتی هستن. سگ پلیس زیر مجموعه بخش تحقیقات آگاهیه، اما کار سگ امنیتی از کشف مواد منفجره است تا نجات افراد آسیب دیده. گاهی مجرمم دستگیر میکنه. من تا حالا نشنیده بودم سگ امنیتی مجرمم دستگیر کنه. اینو بپوش. حواستو جمع کن. بعضی اوقات که از گرفتنش مساوی گرفتن جونته. آیاکاوا، قیافتو درست کن. یکم جذبه داشته باش. مثل رابرت دنیرو. پرس نکن، بیا. انگاری بلده. آره. برانتو، هبه. نه. وایسا. برانتو. وایسا. وایسا. وایسا دیگه. دارم میمیرم. هایاکاوا، اینو بپوش. خیلی خوب. تا حالا سابقه کار حفاظتی نداشته. سابقه خوبی تو نجات صدمه دیده ها و زخمی ها داره، اما حتی وقتی که برای کار حفاظتی فرستاده شده یه جا منتظر نشسته. آخه چرا؟ خب چون سگ نمیتونه یه آدم معمولی رو از یه مجرم و جنایتکار تشخیص بده. های کبا نه برم کن. کمک برانتو، برانتو وایسا، 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 برانتو بیا. برانتو این سگ دیوونه. بیا این سگ بد نیست، تو نتونستی دفاع کنی. تو تمرین حواست کجا بود؟ به چی فکر میکردی؟ ها؟ میدیدی بچه های پلیس مرکزی ما رو چی صدا میکنن؟ هر کی هر چی بگه اهمیتی نداره. ما به تمرین خودمون ادامه میدیم چون برامون یه وظیفه است. یه جایی هست که بیشتر دوستش دارم، جایی که بتونم توانایی هامو نشون بدم. اول بیا کارتو انجام بده، بعد این حرفو بزن. سلام، از کارت که راضی هستی؟ آقای رئیس، من فکر میکنم این کار به من نمیخوره. میخوای استعفا بدی؟ پیدا کردن یه کار جدید خیلی سخته. نه، نمیخوام استعفا بدم. آقای رئیس، خواهش میکنم منو به قسمت آگاهی معرفی کنی. نه، اینو نمیتونم. چرا؟ من فکر میکنم من تا حالا سابقه خوبی داشتم، تحقیق کنید. قبل از اینکه بیای اینجا من با رئیس قسمت آگاهی درباره تو صحبت کردم. تو همیشه زمان دستگیری مجرم خودت تنها میری. هیچ وقت همکاری که بتونی بهش اعتماد کنی نداشتی. افرادی مثل تو فقط مانع کار گروهی میشن. این نوع افراد و بخش آگاهی لازم نداره. آدم به درد بخوری میشه؟ امیدوارم. آیاکاوا آدم به درد بخوری میشه. من فکر میکنم کارای اینجا رو ایشون نمیتونه به خوبی انجام بده. که اینطور؟ آقای رئیس چرا اونو آورده اینجا؟ حتما آقای رئیس یه فکری داشته. چه فکری؟ اینا فقط خود رئیس میدونه.
سلام، داری چی کار میکنی؟ حداقل در بزن. رئیس بخش یک آگاهی اومده. سلام. سلام رئیس. مگه میشه؟ اینجا آموزشگاه خصوصی خوبیه که تا حالا سگای خوب زیادی رو تعلیم داده. نصفی از سگای ما از اینجا خریداری شده. تا زمانی که اینجا هستید سعی کنید تعلیم دهنده خوبی بشید. برای همین شما نیاز به تعلیم بیننده دارید. تعلیم بیننده؟ سلام. سلام. معذرت میخوام بی خبر اومدم. نای نکن، بار اون طرف. اون داره به من. چشم. آی سگ دیوونه لعنتی. ببخشید من با آقای سایتو خیلی وقته که با هم آشنا هستیم. دلیل اینکه تو رو انتخاب کردم حرفی بود که آقای سایتو راجع به تو زد. من واقعا آدم بد شانسی. اون سگا الان دارن تعلیم میبینن. نگاشون کن. زود برگرد. اون که اون نسبت به بقیه یکم عقب نمونده. چون شیرال بینا هستش. به خاطر مشکلات ژنتیکی در مقایسه با سگای دیگه انرژی بدنش خیلی کمتره و به خاطر اینکه مقاومتشون کمتره عمر کوتاه‌تری هم داره. هایاکاوا؟ بله. فکر کنم نتونه سگ امنیتی بشه. باید یه فکر دیگه براش بکنیم. چه فکری؟ شیرو که نمیتونه سگ امنیتی بشه. برای چی باید برای افراد بی اراده پول خرج بکنم؟ تو مطمئنی؟ ماکی مارا؟ دیشب بعد از ساعت 8 شب انبار ماتسو شیبا الکترونیک در شیبویا توسط یک بمب منفجر شده و 18 کارمند شرکت مجروح شدند. بمبگذاری ها از سال گذشته همچنان ادامه دارد و این پنجمین بمبگذاری می باشد و روز به روز به انتقادات مردم از پلیس افزوده می شود. چرا به ما دستور شرکت تو این قضایا رو نمیدن؟ این مربوط میشه به قسمت آگاهی. ما حفاظتی ها به سادگی نمیتونیم وارد این قضایا بشیم. خسته نباشین. شما هم خسته نباشین. سگ هایاکاوا انتخاب شد، همون که سایتو ازش نگهداری می‌کنه. ولی شیرو که با این کار روی هایاکاوا فشار وارد میشه. میدونم، ولی یه مدتی کمکش کنی. باشه؟ رئیس داره به چی فکر میکنه؟ تمرین اول برقراری ارتباط. سگا به طور غریزی دنبال چیزی که حرکت میکنه میرن. با این غریزه ما با سگ ارتباط برقرار میکنیم. بیارش. توپو بهت میدم، خودت این کارو بکن. خیلی خوب شیرا. برو این توپو بیار. برو بیارش اینجا. اینقدر این دستون دست کردی که حیوان رو به هم ریختی. معذرت میخوام. یه بار دیگه لطفا. هی، ببین من دارم معذرت خواهی میکنم. آهای، با تو هم سب کن. تمرین امروز اطاعت کردن. ما به شیرو یاد دیدیم که از ما اطاعت کنه. پشت من. یلا من بیا. حالا آروم پشت من. حرکتت خیلی ساده است. اول سعی کن توجه شیرو رو به خودت جلب کنی. با این بیا اینجا. آهای بایستا با تو هم زود باش بگیره. شیرو بایستا دیگه. های کبا تو از بلندی میترسی؟
نه این کافیه. آه 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 کمرم. آه آه کمرم. مثل این که بهتره جای سگ آدم ها رو تنی کنم. منور مشترک با سعد. ولی چرا این کارو میکنی؟ شما که گفتین عملیات حفاظتی انجام نمیدین. درسته، ولی اونا به این سادگی این کارو نمیکنن. تاگیگیا قبلا سعد بوده، رئیس اونو آورده تو قسمت ما. ازادش کن. مثلا نگاهی نفر سوم نمونه است در کل ژاپن. این شما را با این که نشون نمیده آدم باهوش بخش تحلیل اطلاعات بوده. آهای پولو بیار. این پیشنهاد مانور مشترکم خود میزونو نوشته، رئیسم دادش به صد. درسته؟ خب تنها کاریه که میتونستم بکنم. تمرین خیلی خوبی بود. اگه بیشتر سعی کنیم بهترم میشه. خیلی ممنون. خسته نباشی. من فکر نمی‌کردم سگای امنیتی اینقدر توانایی داشته باشن. خوشحال میشم بازم با هم تمرین کنیم. با اجازه. خیلی ممنون. گوش کن میزونو. چیه؟ من باید چی کار کنم تا رابطه‌ام مثل تو براندو بشه؟ برقراری رابطه حرف اولو میزنه. برقراری رابطه؟ یکی شدن حیوان و انسان و اعتماد بالا. چیرو؟ آیا آیاکاوا خوبه شیرو؟ خوبه. بیا بیا بیا. آفرین آفرین. خوبه خوبه خوبه. آفرین. این چه کاریه؟ خودتو مثل سگا کردی. خیلی خوب شیرو، من تنها کاری که میتونم بکنم دویدنه. بیا بیا آفرین. بیا آفرین. بیا خوبه. آفرین آفرین. بیا جارو. هایاکاوا مثل این که عاشق کارش شده. بریم. باشه باشه. پشت من. سریعتر حرکت کن. باشه. حرکتت شله، محکمتر. پشت من. باشه. بازم شیرو محکم وای نستاد. گفتم پشت من.
بشین همینجا بمون. بازم شیر رو تکون خور. آهای وای آه. برو این تو خوبه. بریم. چشش هی دست تو بیا بالا بکش بالا. وای ممنون. بپر 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 بپر. خوبه شیرو خوبه. بپر 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 بپر. آفرین. پشت من پشت من همینجا وایستا. بیا خوبه خوبه. بیا بیا. برو شیرو برو. همه برو. شیرو شیرو شیرو. تمرین زیر آفتاب برای شیرو سخته. اگر ماموریت واقعی باشه بیشتر از اینم اذیت میشه. منظورتون چیه؟ به شیرو کاری رو که مسئولیت زیاده نمیشه داد. شیرو رو فراموش کن. شیرو از پس تمرینات بیشتر از این بر نمیاد. مانور مشترک با سات خیلی خوب پیش رفت. خوشحالم. بله اما تنها کاری که تونستیم بکنیم دنبال کردن اونا بود. ما هنوز برای جور شدن مدت ها وقت لازم داریم. نه تا حالا هیچ کدوم فکر نمی کردیم سگای حفاظتی با سات مانور مشترک انجام بدن. اونا دیگه سگای گذشته نیستن. آقای رئیس تو هنوز گروگانگیری 10 سال پیشو فراموش نکرده. مالک ساختمونه و ساختمونهای تجاری که تا به حال هدف قرار گرفتن همون ساحل شرکت معروف ژاپن هستن. یعنی مجرم یه زده جامعه هست. همینطوره نه؟ امکانش هست و به گفته پلیس تحقیقات بمبی که استفاده شده خیلی دقیق ساخته شده و جایی که بمب‌گذاری شده نقطه کور بوده. بنابراین بمب‌گذار از هوش بالایی برخورداره. گروه آتسوکا شما در دانشگاه و مؤسسات دنبال فردی باشین که با این مشخصات همخونی داشته باشه. سوزوکی همین الان بریم. بریم. رئیس بمب‌گذار برامون ایمیل فرستاده. میخواد به ستاد مرکزی زنگ بزنه. برای همین شماره رو میخواد. متهم که نیست. مثل اینکه نقشه بمب رو با ایمیل فرستاده. به تمام افراد بگید که بیسیم همراهشون باشه. تمام افراد همزمان باید صداشو بشنوند. اگر کسی حرکات مشکوکی داشت اونو بگیرن و بیارن به اداره پلیس. فوراً. خیلی خوب ممنون. هم کلاسیم بود که درگیر بمب‌گذاری است. میگفت مجرم تماس گرفته گفته میخواد با ستاد مرکزی تماس بگیره. گفت میخوان صدای مجرم رو با بیسیم پخش کنن. نگاییم. میتونی فرکانس رو پیدا کنی؟ ازش گرفتم. الو بفرمایید.
یه زن؟ از دستگاه تغییر صدا استفاده میکنه. نه، این صدای سورامی میکه. آره. اون کیه؟ اون یه شخصیت مجازیه که از آینده اومده و صداش هم با سیستم ترکیب صدا پخش میشه. من با هیجان منتظر شما هستم. هدفت چیه؟ چرا این کار رو داری ادامه میدی؟ نگو که شما حد زدین که من طرز فکر ضد جامعه دارم. حالا خوب گوش کنید. من تو پاساژ نیشیتاما یه بمب گذاشتم. ساعت انفجار هفته بعد از ظهر. اگه تونستید چورشو بگیرید. بهتون یه سرنخ میدم. رادیویی کردی؟ نه رئیس، نمیشه. اون از طریق هک سیستم متصل به خاورمیانه تماس گرفته بود. همه به محل اعلام شده اعزام بشن. فوراً با مسئولین پاساژ گاردای اونجا تماس بگیرین. اطلاع. برای امکایی هستم. اطلاعات رئیس، همین الان آماده میشیم. برای بمب‌گذاری زنجیره‌ای پلیس مرکزی از ما درخواست کمک کرده. تاکیکو میزونو نکای آماده باشین. اطاعت. آیاکابا تو هم بیا به میزونو کمک کن. اطاعت. نفس. خود. نفس. برس. بیایی مچه ها سریع قفص ها رو بذاریم پایین. موازه باشی. خوب کمک کن. بیا موکایی آتسو کن. تمام مشتری ها رو تخلیه کنیم. ساعت انفجار هفته بعد از ظهر. تا اون موقع مواد منفجره رو پیدا کنیم. 87 دوربین مداربسته داخل پاساژ وجود داره و این نقشه محل نصب این دوربین ها رو نشون میده. غیر از جستجوی مواد منفجره کار دیگه انجام ندید، فهمیدین؟ هم دیگر میشناسی؟ تو مدرسه پلیس هم کلاسیم بود. باید محل و قسمت بندی کنید بعد جستجو رو شروع کنید، فهمیدین؟ اطاعت. بو بکش. زود باش. بو بکش. بو بکش. بو بکش. من نقایی هستم. بولت بوی مواد منفجره رو حس کرده. فوری گروه خنثی‌سازی بفرستید. بیاریدش پایین. یواش 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 بیاریدش پایین. خوبه خوبه خوبه. یواش یواش. خیلی خوب. مواد منفجره پیدا شد. براندو چی شده؟ براندو چیه؟ Thank you.
شاید کسی که بوی مواد منفجره میده اینجا باشه. خود بمبگذار؟ یعنی خودش داخل جمعیته؟ به مرکز گزارش میدم. وقتی این کارو نداری. باید پیداش کنی. هایاکاوا. یارمش پایین. همه چی پاکه. خونسا سازی تمام شد. برگر تلف براندو. براندو 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 ماشین چطور؟ متاسفانه دزدی بوده. گروه تحقیق دارن بررسیش میکنن. معذرت میخوام. وقتی ماشین منفجر شد، اون بدون اینکه گوشش رو بگیره به راهش ادامه داد. شاید داخل گوشش صدا گیر گذاشته بوده. ولی یه امکانش هم هست که ناشنوا باشه. این چیزا مهم نیست. اگه شما تکلیفی نمی‌کردین و همون موقع ما اطلاع میدادین، ما میتونستیم اقدامات لازم برای دستگیری مسئول انجام بدیم. معذرت میخوام. یعنی تو می‌خواستی با دستای خودتون رو دستگیر کنی یا این امتیاز رو برای خودت بگیری، ولی کار شما اینه که سگا رو کنترل کنین. تمام مسئولیت به گردن منه. من دستور رو واضح به همه نگفته بودم. سگم سگه و تو تله افتاده و آخرش هم که زخمی شده. سگ دیگه. خواهش میکنم حرفتون رو پس بگیرید. چی؟ شما در حقیقت میدونی که برای میزانو براندو چقدر ارزشمند بوده. اگه اینقدر حیواناتو دوست داره بره سازمان حمایت از حیوانات. یه بیشوری بیارزگی ما رو به همه نشون نده. معذرت میخوام که من مانع کار شما شدم. میدونی موکایی، از 10 سال پیش اصلا عوض نشدی. چته؟ انگار چیزی میخوای بگی؟ نه، هیچ. گوش کن. 10 سال پیش توی مغازه اجناس گرویی یه نفر گروگان گرفته شده بود. از من درخواست کمک شد. من با سگای امنیتی پلیس به محل رفتم. سگای امنیتی رو داخل محل فرستادم. اما سگای امنیتی گروگانی که اول از همه حرکت کرده بود گاز گرفتن و به شدت زخمیش کردن. در گزارش ذکر نشده، اما این تنها موردی بود که از سگا استفاده کرده بودن. رئیس من مسئولیت ها رو گردن گرفت و استفاده داد. رئیس من از پایه
وارد این کار شده بود و ارزش سگای امنیتی رو به خوبی میدونست. وقتی من درخواست استعفا دادم ایشون گفت بمونو این کار رو ادامه بده، اما 8 سال بعد یه پلیس زن با خواسته خودش وارد بخش ما شد. میسونا، چرا درخواست کردی که به بخش 4 بیای؟ به درخواست خودم برای نشون دادن توانایی های سگ‌های امنیتی پلیس به اینجا اومدم. اون دختر رئیس من بود. من تعجب کردم که دختر رئیس من چرا خودش این کارو انتخاب کرده. معذرت میخوام رئیس. به خاطر من چیزی که شما و میزونو ساخته بودین خراب شد. اتفاقی که افتاده و تمام شده. سرتو بالا بگیر. براندو چطوره دکتر؟ دست راست شکسته. بازم خوبه که بیشتر از این صدمه ندیده. تو اصلا نمیفهمی، تقصیر خودت هم نیست. سگی که یه بار استخونش بشکنه دیگه نمیتونه سگ امنیتی باشه. چرا؟ اگه زخمش خوب بشه میتونه. سگ وقتی یه بار شکستگی پیدا کنه دیگه رفتارش عوض میشه، شاید دیگه دنبال ماشین نره، یعنی نمیتونه. پس براندو چی میشه دکتر؟ براندو دیگه باید بازنشسته بشه. یعنی چی؟ چرا؟ سگای امنیتی مثل تجهیزات پلیس میمونن، کار اونا اینه که سپر جون آدما بشن، وقتی قابل استفاده نباشن اونا رو عوض میکنن. مثل سپر تجهیزات پلیس؟ هنوز سرنخی در رابطه با بمب‌گذاری‌های اخیر پیدا نشده است و عامل آن نیز هنوز ناشناس است و همچنان به کار زشت خود ادامه می‌دهد. وی به گونه‌ای پلیس را مضحکه خود نموده. بعضی از جوانان در این مورد صحبت می‌کنند و بر روی اینترنت مطالبی را ارسال می‌کنند و این بمب‌گذاری ها را مثبت می دانند و فرد مجرم را یک قهرمان فرض می کنند. از این مسائل استنباط می شود که بعضی جوانانی که دچار بیماری های روحی یا تحت تنش های روانی قرار دارند تایید کننده این عمل هستند. به علاوه پس از وقوع انفجار چند روز پیش در پارکینگ یک مرکز خرید، عمل کرده پلیس نیز زیر سوال رفته است و به گفته پلیس مجرم زمان و مکان انفجار را از قبل مشخص نموده بوده است. و این در حالی است که پلیس به هنگام استفاده از سگ‌های امنیتی جهت جستجوی بمب کارگزاری شده مجرم را مشاهده کرده، ولی که موفق به دستگیری وی نشده است. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد یکی از دلایل عدم دستگیری بمب‌گذار مجروح شدن یکی از سگ‌های امنیتی می‌باشد. در حال حاضر پلیس باید به بازنگری طرح استفاده از سگ‌های امنیتی بپردازد و راهی متفاوت را برای پیشبرد تحقیقات خود برگزیند. دیگه تمرین نداری، میتونی استراحت کنی. اگه من تکروی نکرده بودم حال براندو الان خوب بود. من میخواستم خودمونو دستگیر کنم تا نشون بدم سگای امنیتی چه توانایی دارن. دنبال احساساتم رفتم و تصمیم درستی نگرفتم.
از این به بعد من صلاحیت تربیت سگا رو ندارم. و این اشتباه کاملا غیر قابل جبرانه. تلاشمون هرز رفت. براندو هم ناقص شد. من دیگه صلاحیت تربیت سگا رو ندارم. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ چون کارت جبران ناپذیره میخوای فرار کنی؟ چیه؟ این حرفا به من خیلی نمیاد. من نباید این حرفا رو بزنم چون شما معلم و مربی من هستین. ولی وقتی شما که معلم منی با یه شکست خورد میشی، من شاگرد چی کار باید بکنم؟ امیدوارم این شکست منجر به پیروزی بشه برای آینده. شما مربی من هستین ولی هنوز کارتون تماشا میکنین. از رئیس شنیدی؟ بیاین سعی خودمونو بکنیم خانم مربی. آقای رئیس، پرونده تورو کاساکا که تا 6 ماه پیش کارمند شرکت توجو بوده. بلافاصله بعد از انفجار بمب اول. در اون زمان کاساکا در محل انفجار بمب بوده و پرده های هر دوتا گوشش پاره شدن. کاساکا بعد از انفجار بمب در شرکت خودش به نقض سیستم امنیتی شرکت و طرح جدیدی ارائه داد. اما به دلیل اینکه کارمند قراردادی بود شرکت طرح اونو نپذیرفته و اونم استفاده داد. رئیس، کاساکا در کودکی با استفاده از بارود ماشین و انبار همسایه‌شون رو منفجر کرده بوده. امروز در منطقه شینباشی توکیو در ساختمان مرکزی شرکت انکا نرم‌افزار که یکی از بزرگترین شرکت‌ها در زمینه آی‌تی می‌باشد، انفجاری رخ داد و در این حادثه 16 نفر کشته و 45 نفر مجروح شدند. در محل انفجار آثاری از مواد منفجره پیدا شده که کاملا مشابه نمونه استفاده شده در بمبگذاری‌های زنجیره‌ای می‌باشد و بنا به نظر پلیس عامل همه این بمبگذاری‌ها یک نفر می‌باشد. بمبگذار همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و تاکنون هیچ سرنخی به دست نیامده. بازماندگان و قربانیان این حادثه اعتقاد دارند که اگر روز انفجار سگ‌های امنیتی به خوبی مسئولیت خود را انجام داده بودند، یک چنین واقعه تلخی رخ نمی‌داد. روز به روز به انتقادات مردم و نگرانی‌هایشان افزوده می‌شود. گفتی تشخیص بوی بارود؟ بله. شما اجازه بدین شیر رو تمرین کنه. مواد منفجره انواع مختلفی داره. خب طبیعتاً بوی اونا هم باید فرق داشته باشه. شنیدم مادر شیر حس بویایی خوبی داره. اگه این درست باشه، حتما شیر هم باید حس بویایی قوی داشته باشه. چرا انقدر عجله داری؟ من مسئول فرار اون بمبگذار هستم. تو با اتفاقی که اون روز افتاد ما اعتمادمون رو در بین بقیه از دست دادیم. دیگه ما رو برای تحقیقات نمیخوان. یعنی شما میگید با ما باید همینطوری خودمون رو عقب بکشیم و یه گوشه بتمرگیم؟ آقای تاکه کیو،
شما خودت ناراحت نیستی؟ منم ناراحتم، اما تا حالا از بالا هیچ دستوری نرسیده. خب گوش کن ببین چی میگم. شما قاتلی رو که داره به مردم صدمه میزنه میتونین ببخشین، اما دیگران رو نمیتونین ببخشین. آدم کش ادامه میده و ما اینجا ناامید و بیکار نشستیم. ما مثلا پلیسیم. اون وقت شما میگین باشیم تا دستور از بالا برسه. لطفا یه فرصت دیگه بهش بدین. خواهش میکنم آرمان. منم خواهش میکنم. تاکیکیو؟ بله. ماکو آماده کن. نیشیمورا آماده. چشم. آماده یه. حرکت. بگر. آرومش بسر. منم شیرا. شیرا برنده شد. نگاهی سب کن. بنداز این تو. چشم. این خوبه. مطمئنی؟ آماده؟ حرکت. بگرد. این دیگه پیدا بشه نیست. هیچ رقمه نمیتونه بوی باروتو بفهمه. شیرو پیداش کرد. آفرین شیرو، آفرین. عالی بود شیرو، عالی بود. وقتی که نگاهی باروتو برده یه ذره بوی باروت روی بدنش مونده. شیرو دنبال اون بو رفته تا به کمات رسیده. مظنون پیدا شد، همونطوری که اون پسره گفته بود. اوتسوکا، خیلی متشکرم. پشت من. همینجا بمون. همینجا وایسا. بشین. بیا. خوبه، عالیه. آفرین شیرو. وقتی به محل عملیات رفتیم از حرفام اطاعت کن، باشه؟ بله، اینجا ستاد مرکزیه. رئیس،
در یکی از ایستگاه‌های منطقه توشیما یه بمب منفجر شده. یه پلیس هم حالش بده. مردی که روانی سوزوکی. الو. تلفون از طرف بمب‌گذاره. بست کن. الو. خجالت بکش. از سگا استفاده کردید؟ راه نمایی نمیخوام. مثل این که اعتماد به نفس بالایی داری. الان داریم به سمت تو حرکت میکنیم. گوش کن. صدای عجی رو میشنوی؟ پولیسا امروز پنج بعد از ظهر مکان دیکشیب. از حالا بگم اصلا فکرشو نکنید که مردم از محل تخلیه کنید. من بوم گذاری میکنم و شما اونو تو وقتی تعیین شده پیدا شد. اگه قانون بازی رو زیر پا بذارید در جا بمب منفجر میکنم، درست مثل ایستگاه پلیس توشیما. این دفعه نمیتونید از سگا هم کمک بگیرید، چون سگا نمیتونن اونو پیداش کنن. تمام افراد فوراً به توکیو بیگ شیپ برید. اطاعت. ساعت 5 سخنرانی مهم هست. اینه؟ همونطور که هایاکاوا گفته بود اون ناشنوا است. من از یکی از همکلاسیام که تو قسمت آگاهی شنیدم بمب‌گذار تماس گرفته و گفته تو توکیو بیگ چی بمب گذاشته. هایاکاوا کجا میری؟ به محل بمب‌گذاری. تکروی نکن پسر! بهت اجازه نمیدم تنهایی بری. درخواست کمک دریافت نشده. نمیتونیم بازم مردم رو به کشتن بدیم. تمام افراد آماده عملیات. مقصد توکیو بیگ شیپ. بریم خودمون رو نشون بدیم. بریم! چش! چطور شد؟ نه خیر، پیدا نمیشه. هنوز وقت داریم. به هیچ وجه ناامید نشید. چشم، چشم. آقای اوتسوکو، یه بار دیگه به ما فرصت بدید تا خودمون رو ثابت کنیم. خواهش میکنم. ساعت انفجار 5 بعد از ظهره. تا اون زمان یا بمب یا بمب‌گذار رو پیدا کنید. افراد جستجو رو شروع کنید. اطاعت! 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 بریم! لابی ام 28 کاملا پاک شده. مکایی
بمبگذار گفته حتی سگام نمیتونن پیداش کنن. ولی من به اونا اطمینان دارم. پنج دقیقه دیگه دستور تخلیه صادر میشه. شیرو بگرد. سریتر های خوبا، خوشبختانه بمبو پیدا کردیم. سه دقیقه دیگه منفجر میشه. عالی بود. هر دوتون برید بیرون. مرحله بعدی وظیفه گروه خنثی‌سازیه. وقتمون کمه. وقتمون کمه، خودم میبرمش. ستاد مرکزی، هایاکا بمبو جابجا میکنه. هایاکا، جلوی در ورودی شماره یک گروه خنثی‌سازی آمدن. عجله کن. باید عقب. راه ماست کنید. همتون برین عقب، برین عقبتر. هایاکاوا اینجا، برید عقب. همتون برین عقب. هایاکاوا، حالت خوبه؟ حالت چطوره؟ میزونو؟ خوبم قربان. هی همکار، سلام.
تیرو بریم. نگران نباشید، بقیه کار ما انجام میدیم. پس بقیهش با شما. بله. هایاکاوا کجایی تو؟ حرکت نکن. خوشحالم، منتظر بودم که یکی مثل تو بیاد. دیگه تمومه. تو الان یه بازنده ای آشغال. چی داری میگی؟ اصلا حرفاتو نمیفهمم. آهان، الان خیلی خوب شد. بگیر شیرو. شیرو دیگه نمیتونم شیرو، من دیگه نمیتونم حرکت کنم. وقت زیادی نمونده. شیرو، شیرو تو فرار کن، برو شیرو، برو برو.
شیرو برو، شیرو برو، شیرو این دستوره، برو. چرا حرفمو گوش نمیدیم؟ برو. برو شیرو، برو شیرو، خواهش میکنم برو شیرو، برو. من به تو یاد دادم که دستورمو اجرا کنی شیرو، شیرو برو، برو. خواهش میکنم برو شیرو، برو، برو شیرو، برو. وقت زیادی نمونده، برو شیرو، برو شیرو، خواهش میکنم برو، وقت زیادی نداری، برو، 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 کمک بیار، باشه. اینو بگی، بیا، بیا شیرا، اینو بگیر و برو. شیرا خواهش میکنم، خواهش میکنم برو، وقت زیادی نمونده. چرا گوش نمیدی؟ چرا گوش نمیدی؟ برو. شیرو، بریم دنبال شیرو، بریم ببینید کجاست. شیرو، برای هایکاوا اتفاقی افتاده؟ شیرو رو پیدا کردم، احتمال این هست که زخمی شده باشه، من میرم برای کمک. میزونو صبر کن، صبر کن. میزونو،
هایاکابا! من بیزانم هایاکابا! از اینجا میبرمت بیرون. یه بام اینجاست. منفجر میشه، منفجر میشه. فرار کن، فرار. بریم.
میزنم. هایاکاوا حالت خوبه؟ شیرو از اینجا رفتیم میبینیش. میزنم. تو چی؟ حالت خوبه؟ من بعد از شیرا هستم؟ من خوبم چون تو سپر من شدی. من یادم نمیاد. من میخوام یه بار دیگه با براندا شروع کنم. اگه براش سخت باشه کمکش میکنم. تو که موافقی؟ نه؟ آره خیلی خوبه. این یکی ها باش ببینی چه قباله. بازش کن. شیرو بیا آفرین پسر.